دوستم گفتم آقای مهران نژاد که ما اون قسمتی رو که شما شعری که گفته بودید رو خوندید اون رو توی یوتیوب گذاشتیم جدا، میتونن تو قسمت ویدیوها نگاه کنن. لینکش رو هم من حالا وقتی شما صحبت میکنید اینجا میذارم. سوالا رو به دوستان گفتم ما 27 تا سوال تهیه کرده بودیم، فعلا 8 تاشو جواب دادیم. آخرینش هم همون بود که هفته پیش از شما پرسیدیم که شما میگید دین اسلام و خط و زبان عربی بر ایرانیان تحمیل نشد و میگید قبل از اسلام هم کتابی نداشتیم و اینها. پس میفرمایید که ایران با آن عظمت پیش از اسلام هیچ تمدنی نداشت. اگه میخواین یه مقدار کوتاه راجع به اون صحبت کنید تا بیاین، چون سوال بعدی هم یه جوری مربوط میشه به همین که با این ترتیبی که شما میگید پس نباید نارضایتی و کینه توزی و دشمنی با اسلام در بین ایرانیان وجود داشته باشه. پس منشأ و ریشه این عرب ستیزی و اسلام ستیزی در بین ایرانیان چیست و کجاست؟ حتما دیدید که قبل از شما آقای نیساری میگه تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود، تا آخوندها خل لباس نشن مردم آزاد نمیشن. و نظر خودتون رو هم در این مورد حتی در رابطه با سال روز 43 سالگرد انقلاب لطف کنید برای ما بگید. خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد. بفرمایید. اول آقای استوری اجازه فرمایید عرض ادب بکنم. سلام خدمت حضرت عالی، بینندگان، شنوندگان و مخاطبان برنامه‌تون عرض کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که هفته پیش مثل این که بله این سوال رو فرمودید و من هم یه جوابی دادم و حتی شما سوال فرمودید که پس مشکل کجاست و عرض کردم خدمتتون مشکل اینه که خیلی ها پیش زمینه های غلط دادن و این پیش زمینه های نادرست باعث میشه که خب حقایق رو نتونم بفهمم. در مورد اینکه میفرمایید قبل از من مهمون دیگه ای داشتید و مطالبی سوال، نه من برنامه شما رو نگاه نمی کردم. از غذا امروز بیرون خیلی کار داشتم و با عجله خودم رو رسوندم. نمیدونم که مهمون شما چه مطالبی، ولی خب من سر گوشم پره از این صحبت های بسیار بسیار غلط که آخوندا کفن بشن، آخوندا رو به درخت آویزون بکنن. ببینید وقتی که یک گروه از مردم رو جدا میکنن، مثل اینکه بگیم شوفر تاکسی ها رو همه رو سرمنیست بکنیم، یا مهندس ها رو نمیدونم سرشون رو زیر آب بکنیم، یا دکترا رو نمیدونم فلان کنیم، یا نجارا. ببینید تمام اینا مردم هست و توی تمام اینا خوب هست بد هم هست. اگر ما یک نکته خیلی ساده رو متوجه نشیم، به قول اون دوستمون که میگه آقا کارمون خیلی خرابه، میشناسیم شما اون بله همینجا نشسته بله بله واقعا اگر ما این نکته خیلی صاف و ساده رو نفهمیم کارمون خیلی خرابه. و خب حالا فرض کنیم مثلا بیاریم اینا رو کفن کنیم و به درخت آویزون کنیم و حلق آویز کنیم و نمیدونم چه کنیم و فلان کنیم. خب بابا این کاری که ما چند بار کردیم، یه بار که 43 سال پیش کردیم، یه بار که نمیدونم انقلاب مشروطیت کردیم، هر روز که نمیشه که اینجوری مردم رو حلق آویز کرد و هر روز که نمیشه انقلاب کرد و کودتا کرد. باید بریم درس بیاموزیم، ببینیم یه خودمونه که باید ما رشد بکنیم، بزرگ بشیم. روحانیونمون خطا میکنن، باید یاد بگیرن که به راه راست هدایت بشن. مردم ارشاد میکنن، خودشون ارشاد میکنن، بسیار خوب، ما اونا رو ارشاد بکنیم از طریق برادری، دوستی، آگاهی دادن. من فکر میکنم راه زندگی اینه. تنها چیزی که من به انقلاب افتخار میکنم و خیلی هم افتخار میکنم و همیشه هم گفتم، همه عمرم هم خواهم گفت، که انقلاب اسلامی ایران در تمام طول تاریخ یک سر و گردن از بزرگترین انقلاب های جهان، انقلاب بلشویکی در روسیه، انقلاب کبیر فرانسه، از همه اینا یه سر و گردن بلندتره. به اقرار و اعتراف تمام مورخین و تحلیلگران این اصلا جای بحث نداره. خب ما باید به این افتخار بکنیم، ببینیم منشأش چیه، ریشش چیه. اتفاقا منشأ و ریشش همین تشیعیه که آقایون ناآگاه میخوان براندازیش بکنن، میخوان کفنش بکنن، میخوان به درخت آویزون بشه. این خیلی گمراهیه و این گمراهی ها از کجا میاد؟ حالا اون سوالی که شما فرمودید که منشأ این مشکلات چیه، این
اسلام ستیزی، عرب ستیزی از کجا میاد؟ من یه بار دیگه هم این کتاب جلد سوم صفحه شناسی ملک و شعرهای بهار رو نشونتون دادم، چون این نکته، این یه جمله، یه کلمه خیلی مهمه، دوباره میخونم. یکی از نویسندگان معاصر، یعنی مال بیش از یک قرن پیش، میرزا آقاخان کرمانی، ایشون شد داماد میرزا یحیی صبح ازل. میرزا یحیی صبح ازل برادر میرزا حسین علی بهاءالله است و هر دوی اینا شاگردا و پیروان سید علی محمد باب هستن. خب ایشون ملک الشعرای بهار میگه، میگه فکر ضد عرب در ایران از او نشأت کرد. ملاحظه فرمودید؟ خیلی راحت فکر ضد عرب در ایران. متاسفانه خیلی ها خیال میکنن که فکر ضد عرب 1400 ساله در ایران وجود داره. نه، ایرانی یا هر ملیتی با دشمن، با مهاجم، مخالف باش مبارزه میکنه، قبول، اون حسابش کاملا سواست از دین و مذهب ایرانی ها. ایرانی ها با 1400 سال با اسلام مبارزه نکردن. این مبارزه ضدیت با عرب، عرب ستیزی با دشمن مهاجم فرق داره. این نکته ها، این مسئله نژاد پرستی، نژاد ستیزیه که از این زمان شروع شده، میشه 150-60 سال پیش. خب و چجوری میشه که مردم پیرو این میشن؟ اتفاقا ملک الشعرا اینجا اضافه میکنه، میگه کتاب هایی که دو تا مقالات خطابی، یه چندی منصوب به اوست به نام صد خطابه و دیگری سمکتوب که مفاد اینها احساسی است نه علمی، از این رو نزد عقلا و اهل علم مقداری ندارد، اما قلمش بسیار قادر و توانا و گیرا و شیرین است. ملاحظه فرمودید؟ کسی که خب با شیرین زبانی، با شیرین قلمی، چرا سعدی اینقدر شعرش معروفه؟ برای اینکه خودش میدونه شیرین بیان و شیرین زبانه، به طوری که میگه خان درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. مردم، عوام، متاسفانه تحت تاثیر این شیرین زبانی ها، گفتارهای به ظاهر قشنگ قرار میگیرن و گمراه میشن و این اوضاعی پیش میاد که ما داریم. عرضم به حضورتون که اینی که من همیشه تاکید میکنم، برگردیم به سوال شما که ما چی داشتیم، کتاب داشتیم یا نه، چرا همیشه میگم تاریخ، تمدن، فرهنگ، این سه تا کلمه رو، تاریخ که میشه همه دنیا تاریخ دارن، تاریخ یعنی گذشته، فرهنگ هم همه دارن، حتی مردم اجداد ما قارنشینان هم فرهنگ قارنشینی داشتن. تمدن هم یعنی شهرنشینی، یعنی از زمانی که انسان ها از قار و ده اومدن به شهر شدن شهرنشین، شهرنشینی و تمدن داشتن. خب اینا رو ایرانیان قدیم هم داشتن. تنها چیزی که من میگم ما نداشتیم این کتاب های موهومیه که عرب ستیزان، اسلام ستیزان، شیعه ستیزان که در نهایت میشه ایران ستیزان ادعا میکنن، خیلی این چیزا نبوده. البته ما علم و دانش منکر نیستم داشتیم، از قضا یکی از اساتید محترم، استاد دانشگاه صنعتی برلن به نام جناب آقای دکتر ناصر کنعانی تحقیقاتی کردند بر اساس تحقیقات حدود یک قرن پیش آلمانی ها در اطراف بغداد، و ایشون چیزی کشف کردن به نام پیل الکتریکی که در زمان اشکانیان ایرانیان پیل الکتریکی ساخته بودن، همون باتری، باتری یا باتری اشکانی، احسن، باتری اشکانی یا پیل الکتریکی، پیل بغدادی هم بهش میگن. این رو عرض کردم جناب دکتر ناصر کنعانی استاد دانشگاه صنعتی برلن. من منکر این صحبت ها نیستم، چرا علمی داشتیم، یه چیزایی داشتیم، تمدن داشتیم، جهانگشایی داشتیم، اما به واسطه سیستم طبقاتی که در جامعه ایران حکم فرما بوده،
این سیستم اجازه رشد و نمو و علم و دانش رو نمیداده، در صورتی که کاملا برعکس، ما بعد از اسلام هر چی دانشمند داریم، هر چی نویسنده داریم، هر چی مورخ، شاعر، عارف داریم، اینا رو ما همه رو مدیون اسلام هستیم. سعدی که خودش اصلا آخوند بوده میگه که تو یکی از غزلات معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت، همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این از سعدی. ما به حافظ افتخار میکنیم که میفرماید صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. خب ما بیاییم وقت اینا رو بی احترام بکنیم، حافظ رو بی احترام کنیم، سعدی رو بی احترام بکنیم، مثل سید احمد کسروی کتاب های سعدی حافظ رو بسوزونیم، این کار درستیه؟ متاسفانه این رو عرض کنم، کسروی دانشمند بود، شجاع هم بود، حتی میشه گفت وطن پرست هم بود، ولی به قول علی دشتی به راه کج افتاده بود، یعنی قوه دماغیش اجازه استطاعت آن را نداشت. کلماتی که به کار برده میگه که قوه دماغی او استطاعت این را نداشت که همه جوانب کار رو در نظر بگیره، و خب به راه بیراه افتاده. بسیار ممنونم. شما توی فصل هفتم کتابتون، اصلا میشه بگیم اون فصل رو اختصاص دادیم به تشیع در ایران، اگه لطف کنید بفرمایید که تشیع در ایران با تشیع در دیگر جای دنیا چه تفاوتی داره، ممنون میشه. بله، عرضم به حضورت که تشیع، خدمتون عرض کردم که فرهنگ ما ایرانی هست، بنابراین اگر فرهنگ یک مملکتی هست، خواهی نخواهی هر مملکتی فرهنگ خودش رو داره. مطمئنن تشیعی که در ایران هست متفاوته با تشیعی که در عراق هست یا لبنان هست یا جاهای دیگه، به طور کلی این هست. اما در مجموع یک نکته ای رو که من چند جای مختلف برخوردم و از قضا حتی استناد میکنم به کتاب خاطرات اسدالله علم، چند بار، یک بارم نه، چند جای کتاب میگه که به شاه میگه که اعلی حضرت، این چند ده یا چند صد میلیون شیعه ای که اطراف ایران زندگی میکنن، اینا همه شما رو شاه خودشون هم میدونن. این نکته خیلی مهمیه و درستم هست. به عبارت دیگر رهبر ایران هر کی میخواد باشه، میخواد شاه باشه، میخواد آقای خامنه ای باشه، رهبر ایران ظاهرا رهبر شیعیان جهانه. به این ترتیبی که ما میبینیم که مثلا در لبنان، در یمن، تا حدودی سوریه، عراق، اینا همه پیروان ایران رو پایتخت تشیع میدونن. اینه که سوال شما رو من اینطوری جواب میدم. بسیار ممنونم. البته شما راجع به کسروی هم صحبت کردیم، ما اینجا دو تا سوال داریم، ولی میخوام اینجوری به ترتیب پیش برم. تو ما تو فصل هشتم نگاهی به کتاب شیخ صفی و تبار اون میندازی که اونطور برمیاد که فصلهای این کتاب جدا جداست، ضمن این که هر فصل یک کتاب جداگانه، ولی مطلب همه به همدیگه برمیگرده و ربط داره. اگر شما این مطالب رو به هم مربوط کردید و توی فصل هشتم به کتاب شیخ صفی و تبارش پرداختید، لطف کنید یه مقداری به طور خلاصه در این مورد توضیح بدید. ضمناً من به دوستان یادآوری میکنم که ما درباره کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران با آقای مهدی مهران نژاد صحبت میکنیم در طی برنامه. صفحه فیسبوک شما رو هم نشون میدم، دوستان اگه خواستن با خود شما مستقیما تماس بگیرن. بفرمایید یه مقداری راجع به اون کتاب و شیخ صفی صحبت کنم. عرض کنم، بازم اجازه بدیم چند کلمه در مورد خود تشیع عرض بکنم. یکی از شخصیت‌های تاریخی که ما بهش خیلی میبالیم و افتخار میکنیم یعقوب لیث صفاره، و یعقوب لیث در کتاب تاریخ سیستان
که ملک و شعرهای بهار تصحیح کرده و نویسندش هم از غذا معلوم نیست. خیلی کتاب قدیمیه، از نثرش پیداست که خیلی قدیمیه، حتی پیش از فردوسی هست. و ملک و شعرهای کتابی ملک و شعرهای بهار این کتاب رو تصحیح کرده. در اونجا اومده که نشون میده کاملا که یعقوب لیث صفار یه شیعه خیلی متعصبی هم هست، به طوری که مثلا در یه داستان میگه که دوتا از سربازا با هم دعوای اعتراضی داشتن، یک گفتش که به عثمان بی احترامی کرده بود و یعقوب فکر کرد که عثمان یکی از فرماندهان سپاهش رو داره میگه و اون سرباز رو خواست که توهین کرده. بعدا این گفت نه، منظور اون عثمان نیست، منظور عثمان خلیفه سومه. و یعقوب لیث میگه که نه، ما با اون عثمان کاری نداریم، پس هیچی، برو. این نشون میده که کاملا شیعه بوده و تعهدی هم داشته. همینطور برادر کوچکترش عمرو لیث، باز دوباره تو همون کتاب یه جا اومده که یه روز داشته لشکریان رو سان میدیده و خیلی تأسف میخوره، میگه ای کاش من روز عاشورا حضور داشتم و از امام حسین دفاع میکردم. من اینا رو آقای صوبی از منظر دین و مذهب عرض نمی کنم، هرچی میگم فرهنگی، فرهنگ خودمون ما ایرانیان رو دارم شرح میدم، به خاطر اینکه میبینم متاسفانه روحانیون خوب عمل نکردن به دلیل مهمی که آگاهی های تاریخشون خوب نیست و در دین و مذهب غرق شدن. مردم هم حال و حوصله که برن تاریخ رو بخونن ندارن، فقط گیج میخورن که چطور شده که انقلاب اسمش از اسلامی، اصلا اسلامی نبوده. خیر، اتفاقا بوده و خودش حضرت عالی هم تو یکی از برنامه‌هات واقعا ذکر کردید، بردید به 15 خرداد سال 1342 و از مرحوم خلیل سربی یادی کردید. که اگر میخواید این رو تکرار بفرمایید من ادامه میدم. خلیل سربی پسر خواهر آیت الله دستغیب بود که پدرش عزیز سربی بود و همون روز 15 خرداد 42 من یادم، من کلاس اول بودم، وقتی فهمیدن که به اصطلاح اون کشته شده خیلی از فامیلا هم اومدن خونه ما، فکر کردم داداش من کشته شده و بعد این معروف بود که جنازه‌شو گذاشتن رو در مسجد نو. و اینو که من گفتم اینجا شما یادت هست یه نفر بود که همیشه این میگو خمینی رو هیچ کس نمیشناخت، یه شبه اومد و اینا، گفتم تنها کس که نمیشناخت تو بودی و خمینی و همین آقای رفسنجانی و اینا آموزشا دیدن، رفته بودن این ور اون ور به اصطلاح فعالیت کرده بودن، کتاب ها نوشته بودن، کتاب ها خونده بودن و همون گراس روت یا جنبش‌های ریشه‌ای رو عمل کرده بودن. اینجوری نبود که یه دفعه 22 بهمن یه نفر سوار هواپیما بشه بیاد. یا دیدم پریروز چون با سالگرد انقلاب هست یه نفر با آب و تاب توضیح میداد که خمینی چون زیرک بود برای که هواپیماشو نزنن گفت که مثلا 30 نفر ایرانی باشیم باقی خارجی و خبرنگارا باشن. خب این سیاستمدار بوده دیگه، چرا شما این بلد نیستین این کارا رو، چرا شما این کارا رو انجام نمیدید؟ و میبینید که الان رسیدیم به جنبش‌های همین آقای تبرزدی شده قابل مزن، اون یکی میگه نمیدونم بزن قابل ماشون رو بزنن. اجازه بدید یک استناد دیگه هم به این کتاب ویلیام شاک راست بکنم، The Shah's Last Ride. بله بله، صفحه 114 رو یکی دو سطرش رو بخونم براتون. صفحه 114 ارزم به حضورتون که این جون 1963 یعنی همین خرداد سال 1342 خمینی دینانسد شاه پرتیکولرلی هارشلی از زاینیست ایجنت اند واز ارستد. دیگه بقیهش رو نمیخونم، همین یه جمله کافیه که اون زمان امام خمینی واقعه 15 خرداد انجام شد و اون زمان دستگیر شد و به همین مطالبی هم که حضرت عالی فرمودید و منم یادمه اون روزی که شما این مطلب رو فرمودید، من خودم هم همون 15 خرداد سال 42 یادمه پدرم اومد خونه گفت امروز توی بازار
دسته سینه زن را افتاده بوده و اینو میخوندند و سینه زنی میکردند که عمدشت کربلا فیضی قتلگاه واویلا واویلا. اینم براتون خوندم دفعه دومه که میخونم. عرضم بود با این حال یه نکته ای رو من اینجا نوشتم بعد نیست خدمتون عرض بکنم که طلعت پاشا وزیر امور داخله امپراتوری عثمانی در زمان جنگ جهانی اول، یحیی دولت آبادی میره اونجا با هم ملاقات میکنن و طلعت پاشا به دولت آبادی میگه که چطوره که بیایم ما عثمانی و ایرانیا با هم وحدت اسلامی به وجود بیاریم. دولت آبادی بهش میگه که با ایرانی صحبت وحدت اسلامی اصلا نکن. و چطور مگه ایرانیا مسلمون نیستن؟ و چرا هستن منتها در درجه سوم. میگه چطور؟ میگه که در درجه اول ایرانی هستن، در درجه دوم جعفری هستن، در درجه سوم مسلمان. و ادامه میده صحبتش رو، اینو آورده تو کتابش و من هم آوردم تو همین کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، که میگه که اگر رو دو تا کاغذ، دولت آبادی این رو میگه، میگه رو دو تا کاغذ روی یکیش بنویسی محمد، روی یکیش بنویسی علی، اگر یه ایرانی رو تو سرش بزنی بگی کدوم رو انتخاب بکن، علی رو انتخاب بکنه. اینا رو من باز دوباره دارم تکرار میکنم، تاکید میکنم که ما فرهنگ خودمون رو درست بشناسیم. حالا نمیدونم سوال شما. بسیار ممنونم. اجازه بدین که تشکر کنم از دوستانی که اینجا هستن، بیشتر از اونایی که نظراتشون مینویسن یا سوالات رو مطرح میکنن. آقای زمانیان از ایران مینویسن که ایشان خیلی منطقی هستن. به هر تیر چرا برق یک آخوند آویزان یعنی چه؟ گفته آقای فرزاد نیساری مهمان قبلی شما رو میگم. آقای اکبری که همشهری من هستن از آلمان مینویسن که آیا اهل تسنن بودن مردم در مرزهای ایران مثل ترکمن صحرا، کردستان، بلوچستان و دیگر نقاط دلیلی بر آن نیست که شمشیر قزلباش صفویه به آن مناطق نرسیده بود؟ یعنی ایشون میخوان استدلال بگیرن از اینکه مردم ایران اگه شیعه هم بودن به خاطر همون شمشیر قزلباش و صفویه. احسن به این سوال. من این رو به طور مبسوط جواب دادم و اتفاقا مبسوطتر آقای رسول جعفریان در یک کتاب سجلی تاریخ تشیع در ایران بسیار بسیار عالی راجع به اینا پرداخته و میگه که در زمانهای قدیم، یعنی خیلی قبل از صفویه، اختلاف شیعه و سنی اینطوری نبوده که مثل الان بخوان روی گردن هم بنشینن به خون هم دیگه تشنه باشن. نه اتفاقا خیلی از سنی ها رو عنوانشون زده سنی دوازده امامی، یعنی اونا مثل شیعیان به تشیع احترام میذاشتن. یعنی این موضوع فرهنگیه و در این فرهنگ ایران شیعه و سنی با هم برادروار زندگی میکردن و به همین دلیله که اکثریت ایرانیان که سنی بودن به مرور و به سرعت به تشیع روی می آوردن. کما اینکه اتفاقا سوال قبلی که من نرسیدم جواب بدم در مورد شیخ صفی الدین اردبیلی سوال فرمودید و کسروی فصل هشتم کتاب من که به اون کتاب شیخ صفی و تبارش پرداختم، یکی از اشتباهاتی که سید احمد کسروی میکنه همینه که به ضرب شمشیر مردم شیعه شدن. نه اینطوری هم نبوده، خیلی از سنی ها اصلا خودشون متمایل به تشیع بودن. کما اینکه کسروی اصلا میگه که اینا شیعه نبودن بلکه سنی بودن و شیخ صفی الدین اردبیلی شیعه نبوده سنی بوده و سید هم نبوده. این دوتا رو کتمان میکنه و من در اون فصل به طور کامل این رو شرط دادم و خیلی ممنون از اون آقایی که فرمودن که این آویزون کردن آخوند و نمیدونم فلان، این بسیار بسیار کار زننده ایه که ما بیایم یه گروهی رو، هر گروهی بیدینا، حتی من از اونام دفاع میکنم. هیچ کس رو نباید آدم جدا بکنه از جامعه و یه جوری دیگه باشون رفتار بکنه. هر گروهی که شما فکر، حتی شاهی ها هم
من آدم های خوب دیدم، بسیار خوبم توشون دیدم، خب گمراه هستن، ممکنه بعضی جا من خودم هم گمراه باشم، بیایید منو راهنمایی بکنید. حتی این کتاب رو خیلی دوست دارم، هر کی میخواد بخونه بنویسه بگه آقا من اینجا با تو مخالفم، اینجا رو اشتباه گفتی، اینجا استناد نکردی، اینجا من مخلص حرف حساب هستم. خود من بارها گفتم که این روشی که دوستان دارن، ای کاش حتی از آقای خمینی یاد میگرفتن، که ایشون میگفت که ما الیوم یوم الملحمه و مرحمه، همه رو میبخشیم و فلان اینها، اگرچه این کارو نکرد ولی اقلا قبل از ماجرا نیومد مثل آقای رضا فاضلی بگه آخوندها رو با عمامه‌شون باید به تیر چراغ بر. ببینید دوستان، خودتون رو بذاری جای یه پاسدار، اسلحه دستتونه، 20 تا تیر داری، حالا جسه هست، دو تا چیز گیت کردی 40 تا تیر. اگه بدونی آقای فرزاد نیساری داره میاد شما رو آویزون کنه با چراغ برق، تا آخرین تیر شلیک میکنید یا نمیکنید؟ یا اینکه سربی بگه ما میایم فردا شما حق داری، یا آقای مهران نژاد میگه شما هم حق داری، شما هم حق انتخاب داری، حتی اگر با کدومش بیشتر مقاومت میکنید، با کدومش وای میسین تا تیر آخرتون رو مقاومت میکنین؟ و همین شده که طرف میگه آقا من اینا رو بذارم برن برای چی؟ برای که فردا بیان منو وصل کنم به تیر چراغ برق، یا هر کی از هر کی دلخوره همون مثل اوایل انقلاب بیاد بگه این ساواکی بوده، حالا بگن این بسیجی بوده، این فلان بوده. در صورت متاسفانه یه سیر اشتباهی رو دوستان پیش گرفتن و هیچ کدومشون قبول نمیخوام بکنه. شما چون باز اسم کسروی رو بردین، همه ما میدونیم کسروی شخصیت علمی با اعتباری بود که به دست فدایان اسلام هم ترور شد. آیا شما با این صحبتتون یا با این استدلالایی که تو کتاب و اینا دارید میخواین اعتبار کسروی رو زیر سوال ببرید یا ترور او رو هم شما به اصطلاح تایید میکنید؟ به هیچ وجه. من برای کسروی، برای علم و دانشش و حتی شجاعتش و وطن پرستیش خیلی احترام قائلم. ایشون یکی از کارهای بسیار زیباش تاریخ مشروطیت بسیار عالی نوشته، تاریخ 18 ساله آذربایجان بسیار عالی، تحقیق خیلی عالی تر از همه اینا که کرده در مورد زبان آذری در استان آذرآبادگانه که ربطی به زبان ترکی نداره. و نه، این شخصیت علمیه، منتها خب بیراهه رفته و خیر، ترور را هم به هیچ وجه هیچ کس هیچ فرهنگی نمیپذیره. کمان که شما ملازم فرمایید آقای ترامپ با اون تروری که از سردار سلیمانی کرد نشون داد که یه فرد تروریسته و تروریسم پسندیده نیست. نه خیر. شما فکر نمیکنید که کسروی با خرافات مخالف بوده، نه با تشیع، نه با اسلام، و به خاطر خرافه زدایی به اصطلاح ترور شد؟ احسنت. ببینید، نه به خاطر خرافه زدایی ترور نشد، به خاطر مخالفتش با همین تشیع. منتها این اومد خرافه رو مستمسک قرار داد و به جای دیگه زد، در صورتی که اگر با خرافات بعد خرافات و بعدش هم یه چیز درست کرد به نام پاک دینی. خب وقتی میگی شما پاک دینی، یعنی یه دین جدیدی آوردی اسمش هم از پاک دینی، دین بقیه هم کثیف دینیه، اینو هیچ کس نمیپسنده. این کاراش پسندیده نبود و نتیجهش هم این شد که با اینکه کارش ترور بود، ولی فحوای جامعه اون روز طوری بود که زیاد هم ایراد نگرفتن. به اینجوری که من تو تاریخ میخونم میبینم به این ترور چندان اعتراضی نشد و اینا میرسونه که کسروی مقدار یه رفتارایی میکرد که درست نبود. و اتفاقا چند تا شعر قرا هم ملک و شارای بهار برای کسروی گفته که خیلی خوب از دیوانش در آوردم و اون شعرها رو هم من آوردم توی کتابم، حتما شما خوندید و می. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، درباره کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم با آقای مهدی مهران نژاد. متاسفانه باز به آخر وقت امروز رسیدیم، ولی از ایشون خواهش میکنم، حالا که سیستم ایشون و ما بالاخره دوست شدن با هم و ارتباط راحت تر برقرار میشه، بازم با ما باشن در برنامه‌های آینده.
تا هم این سوالات رو من بپرسم از ایشون، و اگر شما سوالاتی دارید، و من یه خواهش و پیشنهادی هم دارم که اگر ایشون تصمیم بگیره یه روز این کتاب خودشون رو گویا کنن با صدای خودشون، و به نظر من کتابای گویا بیشتر طرفدار داره. حالا البته ما میدونیم که اصلا تو کتاب چاپ کردن و کتاب گویا کردن و اینها هیچ پول و درآمدی نیست، ولی این دوستان هدفشون والاتر و بالاتر از پول ساختنه. در اصل من به نوبه خودم ممنونم، خب این چیزا رو یاد میگیرم از این دوستان. ولی یه سوالی، شما یعقوب لیس گفتید، اون چه سالهایی بوده؟ یعقوب لیس میشه گفت حدود 200 سال بعد از اسلام. خب چجوری پس شیعه که اون موقع نبوده که؟ شیعه شیعه همیشه، من یه بار دیگه هم تو برنامه تون عرض کردم، بله. پس اینم یه اشتباهیه که ما فکر میکنیم 400 ساله شیعه، بله. پس اینم اشتباهی که ما فکر کنیم شیعه 400 ساله توسط چیزای غلطی که تو جامعه پخش کردن همین حرفاست. شیعه قبل از صفویه، شاه اسماعیل صفوی 500 سال پیش ایران نوین رو پایه‌گذاری کرد. قبل از اون آل بویه از دوله دیلمی حکومت ایران اصلا شیعه رسمی بود، میشه 1100 سال پیش. خب این هم یکی دیگه از چیزهایی که من امروز یاد گرفتم. ضمناً آقای اکبری میگن که اگر به ترور کسروی اعتراض نشد، دلیلش ترس شاه از روحانیت بود. اینو شما باش هم عقیده هستید یا مخالفش؟ خب اینم میتونه یه دلیل باشه، دلیل زیاد میتونه آدم براش درست بکنه، ولی اینی که من خوندم، البته چرا اینم میتونه باشه، اینی که من خوندم اینه که جامعه کار کسروی رو نمیپسند. بله، این دیدگاه رو متوجه شد. آقای مهران نژاد، از شما ممنونم و امیدوارم در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون، خوشحالم، خیلی متشکرم و حتما در خدمتتون خواهم. مرسی. خب دوستان عزیز، در حین برنامه من به شما نشون دادم صفحه فیسبوک آقای مهدی مهران نژاد رو، و در برنامه قبلی هم با آقای فرزاد نیساری صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم. میتونید با این دوستان مستقیما خودتون تماس بگیرید اگر سوالی نظری دارید، تا در برنامه های آینده بیشتر با هم مثل دو تا دوست صحبت کنید. از اینکه مهمان برنامه ما بودید ممنون و متشکرم. به قول دوستان، از اینکه ما رو به خونه های خودتون راه دادید ممنونم. بیشتر ممنون که ما رو به چشم و گوش و عقل و هوش خودتون راه دادید، یعنی شما دانسته یا ندانسته اجازه دادید که ما بیایم و از طریق این دوربین، از طریق چشم شما، گوش شما و مغزتونم به اصطلاح یک دسترسی پیدا کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. برنامه رو پی میگیریم. بعد از برنامه من آقای چمنارا، ویدیویی که بهتون گفتم، دروغ‌های بزرگ، دروغ‌های کوچولو، دروغ‌های سیاه، دروغ‌های سفید، نظرتون در اون مورد چیه؟ و پس از اون کانون این آوا، این هفته قرار با آقای سجودی باشیم، مهدی سجودی، چون نشد یه فیلم مستندی از آقای ادوارد ترمادو که ببینید چجوری یه نفر که میره برای مملکتش سربازی، یعنی سرش رو واقعا حاضر ببازه ولی مملکتش رو نبازه، بعد میفته دست یه افرادی مثل رجوی و اینها که اصلا نمیدونن خودشون دارن چه کار میکنن، و حالا میبینید که به غیر از این که نمیدونن چه کار میکنن، نمیدونن کجا هم هستن، اصلا هستن نیستن، وجود دارن ندارن. در صورت از یکایک شما ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، و خودتون هم اگر مایل بودید میتونید در برنامه های تلویزیون مردم شرکت کنید یا برنامه خودتون رو داشته باشید. هفته آینده هم با اون دوستمون هستیم که امروز نتونستیم باشون باشیم، و بازم تشکر میکنم که شرایط ما رو درک کردن. آقای علیرضا نوری پور که قبلا مهمان برنامه ما بودن از ترکیه. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.